Monsieur le Président de la République du Tadjikistan, Президенти محترمی جمهوری تاجیکستان، وزیران، خانمان و جنابان، جناب رئیس شورای اجرائیه، سفیران، حاضرین گرامی، دوستان عزیز. این یک لحظه بسا مهم و خاص است که به شرافت فرهنگ تاجیکستان امروز در این مجمع ما به وقوع می پیوندد. می خواهم شما را محترم جناب پرزیدنت به این نهاد سازمان ملل متحد که آن از شما نیز محسوب می‌یابد صمیمانه خیر مقدم گویم. برایم مایه فرحمندی است که این شام یعنی 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با آهنگ و موسیقی، شعر و سرود و لباس‌های با شکوه و جذاب که هنگام وارد شوی به این تالار از آن دیدن نمودیم با شما جشن می‌گیریم. برگزاری این چاره‌بینی در این مجمع که نه تنها 30 سالگرد استقلالیت بلکه میراثی چند هزار ساله این کشور بزرگ را که در تاریخ جهان سهمی بارز و شایسته گذاشته است تجسم می‌کند بسا رمزی است. باعث خوشنودی است که امروز در کنار شما هستم و امکان داریم آید به همکاری و رشته های دوستی ناگسستنی که ما را با هم می پیوندند صحبت کنیم. من به نهایت شادم که توانستم در ملاقاتی که قبل از افتتاح این مراسم دایر نمودیم به محترم پرزیدنت گویم که یونسکو حضور خود را در دوشنبه تقویت خواهد داد، علل خصوص توسط برنامه ای که ما در جاده همکاری در ساحه آب مشترکاً انجام می دهیم. اما البته تاریخ یونسکو و تاجیکستان این تاریخ میراث مادی و غیر مادی است که پیدایش آنها با انسانیت و با شهری باستانی سرزم علاقمندی زیچ دارد. سرزم شهری استثنایی و بی‌بها نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام بشریت می باشد. زیرا محض در سرزم اولین شهرک های اهالی نشین در قاره آسیای مرکزی 5500 سال پیش در حدودی که همیشه در منطقه گیاستراتژی آسیای مرکزی بود و وجود آمدند. با وجود این آن اینچنین به من منظره با شکوه کوههای پامیر را خاطر نشان می کند که هنوز سال 2013 به فهرست میراث جهانی شامل گردیدند. این راهی ابریشم، کوهها، محلهای دیدنباب، آنها مثل جواهرات هستند که باید نگاه داشته شوند، انتقال یابند و تا جهانیان از آنها درک یابند. همکاری یونسکو و تاجیکستان با این محدود نمی گردد. ما در ساحه معارف همکاری گسترده را فعالانه راه اندازی نمودیم. ما در دوره پرتشنج همگیری بیماری سرایتی که به تحصیل در سراسر جهان ضربه زده است همکاری داریم. ما در رشته تعلیم و تحقیقات علمی که برای حل مشکلات و بحران عصر 21 مهمند همکاری می کنیم. این یک لایحه مهم است که برای رشد و گسترش روند آماده سازی آموزگاران از جانب اتحاد اروپا دستگیری و از جانب یونسکو تأسیس داده می شود. و بی‌شبه موضوع سیومی که من می خواهم منظور شما محترم جناب پرزیدنت نمایم و یادآور شوم این آب می باشد که موضوع منفیت عمومی بشریت است. آب واقعاً یک مسئله استراتژی است و در آسیای مرکزی اهمیتی خاصه دارد. طوری که ما می دانیم مسئله آبشوی پریخاب به موضوع اساسی توازن جهانی تبدیل گردیده است. از این رو من می خواستم از اشتراک تاجیکستان در برنامه اساسی همکاری گیدرولوژی ما، برنامه بین حکومتی گیدرولوژی یونسکو و کنفرانس بین المللی در پیش ایستاده که در آینده نزدیک دوشنبه میزبانی آن می شود استقبال کنم. محترم جناب پرزیدنت، همکسبان محترم، می خواهم در آخر به اهل صنعت و هنر که چند پس برنامه را منظور ما میگردانند احترام گذارم. این تقریبا 80 نفر نمایندگان اهل صنعت و هنر، رسامان، مطربان، رقاصان، سراینده ها و شاعران که از تاجیکستان سفر کردند تا امشب در اینجا در مرکز پاریس با ما باشند، تب همگان را باریده و پرواز تخیلی را بین وقت و فضا به ما
فراهم سازند. این شهادت واضح و واقعی عهده‌داری و تصمیم ما درباره مبادله فرهنگی و خصوصا همه این نعمت‌های عمومی بشریت می باشد که ما توسط این سازمان پاسبان عمومی میراث ها یعنی یونسکو پس از چند روز ماه نوامبر 75 امین سالگرد خود را جشن میگیرد عملی می نماییم. نهایت من خیلی شادم که ما یک جای با شما در شهر پاریس در کنار رودی سین این روز را با شکوه جشن میگیریم. همزمان چنان به من اطلاع دادن نمایشگاه عجیب تحت عنوان تاجیکستان سرزمین رودهای زرین در آثارخانه صنعت تصویری آسیایی گیمه تشکیل و برگزار گردید. از این رو بار دیگر من شما را به یونسکو صمیمانه خیر مقدم میگویم و به شما در مشایعت هیئت تاجیکستان شام زیبا و دلپذیر آرزو میکنم. حضور دوست بزرگ یونسکو جناب پرزیدنت بین ما امروز شرف است. تشکر زیاد محترم جناب پرزیدنت. محترم مدیر کلی یونسکو، خانم ها و جنابان، حاضرین گرامی، در آغاز می خواهم به شما خانم عالی قدر آدری ازولی و تمام مسئولان یونسکو برای مساعدت جهتی در سطح بلند برگزار نمودن روزهای فرهنگ و نمایش هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان در قرارگاه سازمان اظهار مینداری نمایم. تاجیکستان همچون دولتی صاحب اختیار و عضو برابر حقوق جامعه بین المللی امسال 30 سالگی استقلال دولتی خود را جشن گرفت. در این مدت از نگاه تاریخ کوتاه کشور ما در سیاست داخلی و خارجی با دستاوردهای نظر رسنهای شده در عرصه بین المللی و مقام و موقع خود را استوار صاحب گردید. عضویت تاجیکستان در سازمان ملل متحد و نیادیان آید به مسئله معارف، علم، فرهنگ نمونه باریزی این دستاورد می باشد. تاجیکستان به همکاری با یونسکو اهمیتی جدی می دهد. در این زمینه ما از عمل نمودن لایحه‌هایی که در رشد علم و معارف، حفظ میراث فرهنگی مادی و غیر مادی کشور برای نسل‌های آینده سهم نظر است دارند، همه جانبه پشتیبانی می نماییم. در طول همکاری ها میان تاجیکستان و این سازمان با نفوذ مناسبت های با اعتماد تشکل یافتند. این به ما امکان می دهد که همکاری های هماهنگ شده دو جانبه را در همه سمت های موردی توجه انکشاف دهیم. بسا رمزی است که امروز ما دیگر باره در این بنای تاریخی که تجسم صلح، علم و معرفت، فرهنگ و سازندگی می باشند با فعالان، نمایندگان جامعه، اهل علم و زیایان ایجادکار فرانسه ملاقات میکنیم. قابل ذکر است که سال 2005 ما روزهای فرهنگ کشورمان را محض در همین قصر برگزار نموده بودیم. بخصوص میخواستم از نمایشگاه نگاره های تاریخی تاجیکستان زیر عنوان تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی یادآور شوم. ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم ایمانوئل مکرون دیروز در آثارخانه هنرهای آسیایی گیمه شهر پاریس به این نمایشگاه حسن افتتاح بخشیدیم. در چارچوبه نمایشگاه مذکور که بار اول در اروپا برپا گردیده طول 3 ماه ادامه خواهد یافت قریب 300 یادگاری از دوران عتیقه خلق تاجیک تا زمان معاصر جمع آورده شده است. در نمایش ها اینچنین آثار گرانبه های تاریخ نیاگان ما از آثارخانه بریتانیا کبیر که با نام خزینه امودریا معروف است به نمایش گذاشته شده. برگزاری سلسله چهارمین های فرهنگی دیروز و امروز در مرکز فرهنگ اروپایی شهر پاریس برای ما رویداد مهم و خاطرمان می باشد. مسار رمزی است که آنها به دوره تجلیلی 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمدند. طور معلوم است تاجیکان ملتی تمدن آفر و فرهنگی بوده در تاریخ بشریت جایگاه مناسبی دارند. البته دوره دولتداری نوین تاجیکان در مقایسه با تاریخ بیش از 6000 ساله خلق کهن بنیاد تاجیک و انانهای وطنداری و تمدن سازی آن مدتی چندان طولانی است. اما برای مردم شرفمند ما مهم آن است که این دوره مرحله سنجش تاریخی تکمیل خودشناسی و خودآگاهی ملی
حفظ مرز و بوم و عموماً موجودیت دولت و ملت تأمین صلح و ثبات و احیای دولتداری ملی می باشد. در زمان معاصر مخصوصاً در شرایطی که برخورد تمدن ها و ارزش های گوناگون فرهنگ طرف شدت می گیرد، آموزش عمیق تاریخ و ترغیب و تشویق میراث غنی تاریخی و فرهنگی یکی از راه های تربیه تحمل پذیری می باشد. واقعا تاریخ قدیمه خلق تاجیک و میراث گرانبهای مادی و معنوی گذشتگان ما از جمله یادگاری های تاریخی بزرگترین مکتب خودشناسی برای هر یک فرد جامعه مخصوصا نورسان و جوانان است. مردم ما از زمانهای قدیم تا به امروز به آیین و سنت های ملی و ارزش های اجدادی خود ارز گذاشته برای احیا و غنوآوردمند گردانیدن آنها و در میان اهل جامعه گسترش دادن مراسم و جشن های باستانی خیش پیوسته سعی و تلاش می نماید. با وجود مشکلات و مانع های زیاد در بین اجداد ما مدنیت کتابداری و پیشبرد علم و فرهنگ رواج داشته است که آثار جاویدانه علمی و خصوصا میراث ادبی و فرهنگی که از زمانهای قبل از میلاد تا به امروز باقی مانده است دلیل بی بحثی این گفته ها می باشد. یادگاری طبیعی باغ ملی تاجیکستان، شهر باستانی سرز، موسیقی ملی شش مقام، جشن نوروز بین المللی، طعام ملی آش پلو و چکن، صنعت زردوزی در جمهوری تاجیکستان، نمونه‌های برجسته از میراث غنی فرهنگی و تاریخی خلق تاجیک به شمار می رود که از جانب یونسکو پذیرفته شده و فهرست میراث جهانی بشریت وارد گردیدند. دوران دولتداری سامانیان که تشکل یابی کامل خلق تاجیک به همین دوره راست می آید در تمدن بشری کم نظیر می باشد. باید گفت که آثار علمی و ادبی و فرهنگی و تاریخی این زمان همچون دستاوردهای بی‌نظیر انسانیت اعتراف شده با مضمون و محتوا و ارزش علمی و ادبی در میان جهانیان مشهور گردیدند. در دوره سامانیان تاجیکان صاحب دیوان و دفتر، نشان و پرچم و ساختار منظم اداری و دولتداری گردیده، علم و معرفت، فرهنگ و ادب و کسب و هنر رشد بی‌سابقه پیدا کرده بود. محض در شهرهای کلانترین آن زمان کتابخانه و مدرسه ها، کشک و سرای ها، دکان و بازار ها و رسته های هنرمندی بنیاد یافته بودند. حاضرین گرامی، تا امروز در دایره همکاری های تاجیکستان با یونسکو تجلیل جشن و صحنه های مهمی تاریخی و فرهنگی گرامی داشتیم. سیماهای برجسته علم و ادب تاجیک، ارگزاری و سالگرد موضع های تاریخی و فرهنگی و دیگر تدبیرها عملی گردیدند. در این دوره چندین جشنواره دارای اهمیت ملی، منطقوی و جهانی برای خط جشنواره های سازمان مذکور وارد گردیده در قلمرو کشور و بیرون از آن جشن گرفته شد. تجلیل جشن های 2500 سالگی شهر استرافشان، 2700 سالگی شهر کلاب، 3000 سالگی مدنیت حصار، 1100 سالگی اولین دولت متمرکز تاجیکان سامانیان، 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 700 سالگی کمال خوجندی و 5500 سالگی سرازمی باستانی نمونه روشنی این همکاری است. دوستان عزیز، در فرجام می خواهم به تمام سازمان دهندگان این همایش اظهار سپاس نمایم. امید دارم که روز فرهنگ تاجیکستان در معرفی کشور ما در عرصه بین‌المللی نقش شایسته می‌گذارد. به دقتتان یک جهان تشکر.